هی گایز بچه هم دارم که حالتون علی باشه من مستر خوب خوب هستم و با یه ویدیو دیگه به سراغ شما اومدم اما این ویدیو میتونه با بقیه ویدیو ها متفاوت باشه قرار راجب یک بیماری صحبت کنیم که خیلی شایع اما افراد کمی راجبش صحبت میکنن و یا بیمارایی که دچار این بیماری میشن خیلی سختتر خودشون رو به پزشک به پرستار یا به افراد دیگه معرفی میکنن شاید خود ما شاید در طول زندگی ما برای ما رخ داده و برطرف شده و حتی نمیدونستیم دوستان و اون بیماری چیزی نیست جز هموروئید یا بواسیری که ممکنه اتفاق بیفته و فرد نتونه بره مطرحش کنه این چیزیه که واقعا در جامعه وجود داره وجود همچین بیماری ممکنه از نظر فرد یک چیز ناپسندانه ای تلقی بشه و دنج نمیره اون رو مطرح کنه و دچار درد بشه حتی و حتی درمانش هم نمیکنه چون میترسه از از این کار خب بیماری هموروئید چیه علائمش چی هستش علت های ایجاد بیماری هموروئید به سبک مستر پسندانه چه اینکه چه اتفاقایی میفته که در نهایت بیماری هموروئید رخ میده چطوری میتونیم از این بیماری پیشگیری کنیم شیوعش به چه شکله؟ چه داروهایی استفاده میشه و علائم و انواعش چی هستش داخلی چیه خارجی چیه اگر راجع به هموروئید سوال داری اگه میخوای راجع به هموروئید به صورت یک پرستار حرفه به صورت یک پزشک حرفی کامل بدونی و بتونی به بیمار توضیح بدی و یا اگر حتی خودت دچار مشکل هستی بتونی منطقی حلش کنی کافی این ویدیو رو تا آخر با من همراه باشی دوست من خب دوستان اگر دارید ما رو از یوتیوب نگاه میکنید حتما حتما لایک کنید سابسکرایب کنید زنگوله کنارشو بزنید این خیلی به من کمک میکنه که براتون ویدیوهای بهتر پر انرژی تر و با مطالب بهتر بسازم اگر هم دارید ما رو از اینستاگرام میبینید خب دیگه لایک کنید کامنت کنید سیو کنید و هر کاری که فکر میکنید درست داره همین الان انجام بدید و این ویدیو رو برای شخصی که فکر میکنید نیاز داره همین الان بفرستید که کمک بزرگی به من میکنید خب بریم ببینیم هموروئید یا بواسیر چی هسته چطوری میشه حلش کرد Let's do this guys خب دوستان ما به عنوان یک فرد مستر پسند اول میریم سراغ بیس علت اینکه چه اتفاقی میفته بیماری هموروید رخ میده ما یه چیزی رو بدون علت نمیپذیریم چون نمیتونیم بعدش رو درک کنیم پس اول باید سراغ علت هموروید یا بواسیر خب دوستان این شکلی که الان براتون کشیدم شاید بگید مثل این چیه دوستان این مقعد ماست این در واقع رکتوم ماست قسمت انتهایی روده بزرگ که اینجا خروجی مقعده که مدفوع از اینجا خارج میشه و اینجا در واقع در واقع مقعد هستند این دوتا قرمزی که میبینید این همون رکتوم ماست یا همون انتهای روده ماست این مجرای روده است این سیاه رنگی که اینجا میبینید در واقع مدفوع ماست که داره خارج میشه حالا ببینید می دوستان همه ما همه آدم ها هفت میلیارد 8 میلیارد آدمی که دارن روی زمین زندگی میکنن همه ما در قسمت رکتال یا در قسمت رکتوم یک سری عروق داریم خب که این عروق کار دفع مدفوع رو آسان تر می کنن خون رسالی به رکتال یا رکتوم رو راحت تل می کنن و باعث تولید موکوس میشن خیلی کارهای جالبی انجام میدن که باعث هدایت راحت مدفوع به سمت خارج میشن اما مثلا این عروقی که اینجا میبینید این در واقع آبی رنگ هایی که اینجا میبینید این همون عروقی هستند که دارم بهتون میگم در مسیر مدفوع قسمت داخلی رکتوم قرار میگم وقتی که مدفوع داره میاد اینا مواد ترشح میکنن اینها خون رسانی میکنن اینها اون قسمت رو اونقدر لغزنده میکنن که باعث میشن این مدفوعه خیلی راحت خارج بشه این عروق حالا فکر کنید اگر به هر علتی تحرک روده ما کمتر بشه یا موادی که مطبوع رو تشکیل دادن خیلی سخت و سفت باشن خب یا فردی برای مدت زیادی اصلا فیبر و سبزیجات استفاده نکرده و دچار کانسیپشن یا همون یبوست شده و به جای همچین مطفوعی ما براتون یک مطفوع دیگه ای رو رسم کنم یک همچین مطفوع سفت و تیزی ایجاد بشه با رنگ سیاه براتون بزن رسمش کنم یک همچین مدفوعه یک همچین مدفوعه تیز و خشکی دوستان چی بشه؟ تشکیل بشه حالا فکر کنید این مدفوع داره میاد پایین به اینجا که برسه به این عروق خب میتونه این شکلی به این عروق بچسبه و فشار بیاره مثلا این هم همه مدفوع است و گیر بکنه اینجا حالا فکر کنید این فرد برای مدت طولانی دف نداشته و مدفوع اینجا گیر کرده و به این عروقی که بتون گفتم باعث شده لغزنده کردن ماجرا میشن باعث خوندرسانی به اونجا میشن فشار داره وارد میشه خب چون داره اینجا فشار وارد میشه خب خون کمتری از این عروقی که اینجان خون کمتری به این عروق میرسه خون رسانی کمتر میشه در واقع خون رسانی به این عروق قطع میشه وقتی که خون رسانی به این عروق قطع بشه یه سری از سلولهای این عروق نکروز میشن دیگه درسته نکروز میشن میمیرن وقتی که نکروز اتفاق میفته خب سلولها چی آزاد میکنن ماده التهابی آزاد میکنن واسطه های التهابی اینترلوکین ها سایکوکاین ها آزاد میکنن که چرا آزاد میکنن چون میخوان به بدن بگن آهای بدن عروق ما دارن میمیرن یک مدفوع اومده در واقع خون رسانی رو قطع کرده خب در نتیجه به مغز پیام میرسونن داره میمیره عروق خب داره دارن میمیرن یه کاری بکن خب مغز هم میاد با ترشوه سایتوکاین ها کلی سایتوکاین ترشوه میکنه و سایتوکاین ها باعث چی میشن؟ باعث باز شدن عروق و افزایش خون رسانی میشن برای اینکه جبران کنن عروقی که دچار مرگ شدن و خون رسانی رو بیشتر کنن باز میکنن پرمیبلیتی رو افزایش میدن نفوذپذیری رو افزایش میدن و کلی خون به این قسمت میبرن که دیگه مانع از مرگ سایر سلول ها بشن اون قسمتی که هنوز نمرده عروقش و سالم مونده کلی مواجه میشه با کلی خون با کلی باز شدن عروق در نتیجه به اینکه این شکلی نرمال باشه مجبور میشه این شکلی کلی از اون خون و التهاب رو توی خودش جا بده و ورم کنه این شکلی حالا وقتی که این شکلی ورم کرد ممکنه در طول مدت اون قدر ورم کنه که اصلا جلوی خروج مدفوع رو بگیره و اونقدر ورم کنه که ممکنه این مدفوع با کمترین تیزی با کمترین ضربه ای بتونه زخم ایجاد کنه روی این و با ایجاد زخم باعث خونریزی این ناحیه بشه حالا این قسمت داخلی رو من بهتون گفتم این عروق میتونن در قسمت خارجی مقعد هم باشن حالا فکر کنید مدفوع اینجا گیر کرده باشه خب میتونه روی این عروق هم تاثیر بذاره دیگه روی این عروق باز هم این عروق با اون حالتی که بهتون گفتم به دلیل افزایش سایتوکاین ها و افزایش ورود خون برای جبران دچار تورم و اریتیشن بشن که <تصفح> ما به صورت هموروئید یا به صورت بواسیر میتونیم ببینیمشون میتونیم حسشون کنیم به صورت یک سری از در واقع توده های اه توت فرنگی شکلی که یا حالا صورتی یا بنفشن یا قرمزن موقع مطفوع میان بیرون به حالت متورم به اینا میگیم هموروئید و علتش هم همینه علتش به خاطر وجود مطفوع وجود فشار البته مطفوع یکی از علتاشه بیا علتهای بقیهش رو بهتون بگم سایر علت ها دوستان شامل یوبوسته که من بهتون گفتم یوبوست رخ میده مدفوزی بزرگ میشه میاد مدفو مسیرش میبنده فشار میاره به اینها و با افزایش فشار فرد میره توی دستشوی میشینه ساعت ها فشار میاره ولی فقط داره به این عروق ضربه وارد میکنه و این عروق رو ملتهب و متورم میکنه به خاطر سایتوکاین ها به خاطر التهاب هایی که رخ میده علت های دیگه داروهای مختلف یه سری از داروها هستن باعث ایجاد یوبوست میشن خب خیلی از داروها یکی از عوارض خیلی شایع در یبوست در خیلی از داروها هستش که باعث شده یبوست میشن این داروها جاش نیست الان بتون کل این داروها رو بگن ولی این رو بدونید که خیلی از داروها داره عارضه یبوستن اگر این داروها رو استفاده کنیم ممکنه دوچاره برای مدت کوتاهی دوچاره در واقع هموروئید بشیم و این میتونه عادی باشه نشستن زیاد دیدید بعضی از افراد کارشون اینه که حالا اداریه و زیادی میشینن خب همین نشستن بیش از اندازه دوستان باعث افزایش فشار بر روی این عروق میشن چون وقتی که شما میشینی اولا هم داری از بالا فشار میاری هم چون پایین رو تکیه گاه قرار دادی از پایین هم داری فشار میاری و از دو طرف داری فشار میاری به اون ناحیه حساس اگر مطبوعی وجود نداشته باشه همون فشاره باعث کاهش خونرسانی باعث ایجاد التهاب میشه پس نشستن زیاد هم میتونه یکی از علتهای ایجاد هموروئید باشه مثلا در راننده ها یکی دیگه از علتها که زیاد شایع نیست ژنتیکه بعضی از افراد استعداد بیشتری برای ایجاد هموروئید دارن چرا میبینی حتی پدرش یا مادرش و یا پدر بزرگش دچار هموروئید شده البته توی افرادی که استعداد ژنتیکی دارن هموروئیدهای های وحشتناکتر و کرونیکتر در واقع مزمنتری ایجاد میشه که به سختی درمان میشن حالا اون افراد من نمیخوام بگم اونا معدود هستن ولی بعضی ها واقعا اونقدر هموروئیدشون زیاده که سخت درمانش کنی حتی با جراحی اون مشکل ژنتیکی وجود داره به خاطر وجود مشکلات ژنتیکی در دیواری عروق و حساس بودن دیواری عروق و افزایش واسطه های تو خود مختار در اون قسمت در قسمت مقعد باز ایجاد این, این آرزه میشه پس ژنتیک هم دخیله رژیم نامناسب دوستی دوستان بعضی از افراد میان کلی رژیم فستفود فود یا رژیم هایی که باعث ایجاد یبوست میشن کلی غذاهای نامناسب کلی غذاهای ناسالم میخورن و باعث ایجاد یبوست میشن و گاه بیگاه یبوست میشه و اگر این ادامه پیدا کنه یبوست باعث ایجاد هموروئید میشه دوستان پس رژیم خیلی مهمه که از مهمترین علل در در واقع ایجاد هموروئیده خب افرادی که کاهش مصرف سبزیجات دارن خب فیبر کمتری مصرف میکنن وقتی که فیبر کمتری مصرف کنی تولید موکوس لغزنده شدن غذا کمتر میشه و در واقع روده ها کمتر کار میکنن و با این کار تو باعث افزایش احتمال هموروئید در بدن خودت میشی پس خیلی مهم رژیم غذایی علت دیگه نگه داشتن مدفوعه دیدید حالا بعضی از افراد به خاطر حالا با... کار زیادشون میگن اوکی حالا فعلا زیاد دستشویی ندارم بعدش میرم بعدش میرم توالت بعدش میرم مدفوع میکنم فعلا فشاری نیومده بهم هم اوکی دوست هم من وقتی که مدفوع رو حس کردی برو مدفوع بکن نظر جمع بشه و اونقدر فشار بیاره به رودت که باعث روده هموروئید میشه تو داری فشار میاری به اون قسمت از روده دو داری ضربه میزنی و هر ثانیه که میگذره اون فشار داره بیشتر میشه خونرسانی داره کمتر میشه این یک حدی داره اتساع روده اگر از اون حدش بگذره شاید تو حس نکنی مدفوعت آنچنان زیاده ولی داره فشار میاره و دانش اگر تو نگهش داری و نری دستشویی و نری توالت باعث میشه که هموروید رخ بده به این سادگی پس مدفوع رو نگه ندار اگر حس کردی برو در واقع مدفوع کن خب پس نگه داشتن مدفوع میتونه یکی از علت های دیگه باشه حالا ما دو نوع در واقع دوستان هموروئید داریم یه هموروئید داخلی و یه هموروید خارجی حالا اینجا خیلی شلوغ شده ولی ببینید دوستان من بهتون گفتم یه سری عروق داریم در قسمت داخل مقعدن یک سری در خارج مقعدن بسته به اینکه کدوم عروق متورم میشن در واقع میتونه هموروید مختلف باشه یه قسمت داخلی داریم که هموروید داخلی گفته میشه یه قسمت خارجی داریم که هموروید خارجی گفته میشه هموروید خارجی نسبت به داخلی شایع تره و علائمش حادتره الان بیا بهتون در هموروید داخلی ما معمولا دردی رو حس نمی کنیم چون دوستان اینجا اعصاب درد نسبت به خارج که اسفنکتر وجود داره اسفنکتر مقعد وجود داره اعصاب درد کمتر در قسمت داخلی و به خاطر همین ما درد زیادی رو حس نمی کنیم یکی از علائم هموروئید داخلی یا ممکن حتی بی علامت باشه ما سوزشی حس نمی کنیم خارشی حس نمی کنیم یا اگرم حس بکنیم خیلی کمه علاوه بر اون دوستان ما خون روشن میبینیم وقتی که میریم دستشویی روی سنگ دستشویی ممکنه خون روشن بیفته و اون هم به خاطر اینه که وقتی که اینجا رخ میده حتی بدون وجود زخم میتونه این قسمت خونریزی بکنه به خاطر که کلی عروق هست نسبت به این قسمت قسمت خارجی مقب پس ما میتونیم خون روشن تازه رو ببینیم که داره میفته توی سنگ در حد یک قطر دو قطر یا بیشتر حتی دوستان این یکی از علائمشه نبود درد زیادی که بهتون گفتم مدت طولانی تری ایجاد میشه در مدت طولانی تری اون هموروید های داخلی مزمنن یعنی از قبل بودن و الان ممکنه متورمتر تر شدن و یا در مدت طولانی تری رخ میدن نمیتونه به خاطر یه یکی یک دو روز ایجاد بشه در صورتی که در خارجی میتونه به دنبال یکی دو روز رو بوست و فشار ایجاد شده ایجاد بشه دوستان ولی داخلی مدت زمان میخواد خب چرا چون اتساع اون قسمت داخلی بیشتره و تحملش بیشتره الا اینکه خیلی مد زمان زیادی تو فشار وارد کنی و کلی بوست باشه کلی در واقع فشار باشه که ایجاد بشه نسبت به خارجی که خیلی حساس داره پس مدت طولانی نیاز داره احتمالش کمتره نسبت به خارجی پس اگر هموروئید اگه فرد ما گفت من هموروئید دارم 80 درصدش خارجیه شاید فقط 20 درصدش داخلیه یا مثلا 30 درصدش داخلیه این شکلی هستش بی علامتیه یکی دیگه از در واقع ویژگی های مورد داخلی این که بی علامته چهل درصد افراد ممکنه هموروئید داشته باشن ولی اصلا ندونن که هموروئید دارن ممکنه خیلی از شما که الان دارید این ویدیو نگاه هموروئید دارید ولی نمیدونید که دارید خب و اصلا بی علامت باشه و تا وقتی که خیلی متورم نشه خودش رو نشون نمیده و احساس پر بودن یکی دیگه از علائمی که ممکنه در هموروید داخلی اگر زیاد بشه و پرولاپس ایجاد بشه یعنی بپیچه اون هموروید اونقدر متورم بشه که بخواد مجرا رو ببنده شما به عنوان یک مدفوع حسش میکنید و احساس پر بودن میکنید با اینکه تازه مدفوع کردید ولی هنوز حس میکنید که مدفوع توی شکمتون وجود داره این یکی از ویژگیهای ویژگی های دیگه شه اما الان بریم سراغ خارجی که شایعتر هستش هموروید خارجی یا متورم شدن این در واقع عروق خارجی هستش که ممکنه در خیلی رخ بده دوستان جالب بدونید که شوی هموروئید از هر چهار نفر سه نفرشون به هموروید مبتلا شدن پس نگران نباشید اگه میخواید برید به دکتر بگید من هموروید گرفتم هیچ ایرادی نداره سعی کنیم بریم مطرحش کنیم تا قبل از اینکه تبدیل به یک آرزه بدتری بشه دوستان پس سعی کنیم بریم درمانش کنیم اشکالی نداره این میتونه در میگم از هر چهار نفر سه نفرشون دو چهار هستن خب و احتمال داره تو حتی به اون دکتری که داری میری خودت معرفی کنی شاید همون دکتری قبلا دو چهار شده پس ایرادی نکنه ایرادی نداره که برید مطرحش کنید خب یکی از علائم هموروئید خارجی خون تیر است نسبت به هموروئید داخلی دوستان اینجا خون رسانی نسبت به داخل کمتره و در نتیجه خون اینجا اکسیژن بیشتری مصرف شده از خون و خارج شده و خون تیره رنگ تره شما تو خون قرمز ببینی ولی تیره رنگ تر هستش و خون ریزی اینجا معمولا به دنبال زخم ایجاد میشه یعنی فرد هموروید داشته خارج میشده اون حالت کیست مانند و میدیدش ولی هیچ خونی نبوده ولی بعد که مدفوع کرده و مدفوعش خیلی خشک بوده ممکنه اون مدفوع باسه ایجاد خراش و یا در واقع زخم بر روی اون قسمت کیستمانم قسمت هموروئید شده و بعدش دچار خونریزی شده خب پس به دنبال در واقع آسیب ایجاد میشه خونریزی خارجی در صورتی که در داخلی گفتم حتی اگر آسیب رخ نده به خاطر افزایش خونرسانی خونریزی ممکنه دیده بشه پس خون تیرانو ما داریم درد زیادی رو فرد حس میکنه میبینه فرد هی اصلا بی قراره دوستان دوستان مقعد که از اندام های بدن هستش که واقعا درد زیادی و احساس زیادی اونجا ایجاد میشه اگر آسیبی وارد بشه به مقعد پس فکر کنید یک توده داخل مقعد وجود داره و داره فشار وارد میاره و حتی خود توده پر از اعصاب درد هستش که خودش هم داره به اون اعصابش فشار وارد میکنه خب مثل اینه که شما دارید به یک عصب درد هی فشار وارد می کنید این ایجاد درد می پس اینها افراد معمولا درد زیاد و غیر قابل تحملی دارن به خاطر وجود ناحیه درده شاید در مقایسه با درد رنال کولیک، شاید در مقایسه با درد پانکراتی شاید در, مقایسه با درد های های دیگه کمتره اما چون منطقش پر از اعصاب هستش درد زیاد جلوه میکنه و فرد خیلی بغره شاید نتونن حتی شب بخوابن شاید همینطوری که در رامینا بیقراری میکنن و این افراد درکشون کنید چون واقعا درد شدیدی رو حس میکنن در قسمت مقل پس درد زیاد رو دارن دردشون ممکنه ناگهانی شروع شده باشه مثلا سه چهار روز یبوست داشتن بعد از سه چهار روز یک دفعه بعد از یک بار دستشوی رفتن و زخم شدن اون قسمت هموروئید درد شروع شده باشه و دانش، مثلا میبینی رفته دستشویی درد بعد از اینکه خارج شده میگه خیلی درد حس میکنم این خیلی نکته ای مهمه یه چیز دیگه ای که این افراد حس ما ممکن درد نداشته باشن ولی احساس سوزش یا بارنینگ رو داشته باشن که از خود درد واقعا آدم رو کلافه تر میکنه از خود درد بدتر احساس سوزش شما فکر کنید یک احساس سوزش خیلی زیادی مثل سوزش ادراری در قسمت مقعد دارید خب و این به خاطر اینه که اون زخم ایجاد شده بر روی هموروئید حالا اکسیژن هوا سایر در واقع اون، گازهای هوایی که داره از معده خارج میشه داره از روده خارج میشه میاد سمت در واقع اون هموروئید به اون قسمت سطح زخم شده میزنه و این باعث سوزش میشه شما یک زخم باز روی دستتون رو در معرض هوای طبیعی قرار بدید چقدر میسوزه دقیقا همون سوزش رو در مقعد حس میکنه و واقعا میتونه وحشتناک باشه یکی دیگه از در واقع چیزهایی که حس میکنن خارش یا ایچینگ هستش این افراد ممکنه خارش رو حس کنن و خارشش در واقع میخوام بهتون توصیفش کنم به حالت کرمهای بچگی که اون اتفاق میفتد در بچگی افرادی که مثلا بچه خورد سال هستن میگن کرم مقعد دارن خارشش به اون،, به اون, حالت در واقع هستش و خارشه میاد بعد میره بعد دوباره برمیگرده همونطوری که سوزش هستش ممکنه ممتد نباشه بیاد بره پس فرد یک, وضعیتش وز... خارش خوبه بعد دوباره دچار دو خارش سوزش بشه این میتونه در تشخیص خیلی بهتون کمک کنه باز هم در اینجا ما احساس پر بودن رو داریم فرد اگر این قدر این متورم بشه و اون مجرا رو ببنده میتونه بازی ایجاد احساس پر بودن بکنه خب اما بیایید اینجا براتون توصیفش کنم ببینید این دوستان این همون کلون ماست که من اینجا براتون کشیدم ولی دیگه عضلات اطراف رو نکشیدم این همون در واقع مخرج ماست این همون رکتال ماست رکتوم ماست و به این صورت در واقع هموروئید خارج میشه یک حالت توت فرنگی شکل که دارای عروق هستش حالا یا عروقش بنفش شکله یا در واقع بنفش مایل به سیاه میزنه یا قرمز خیلی تیره هستش که پر از خون و در واقع تورم موقع در واقع مدفوک فرد داره فشار میاره یک دفعه از داخل خارج میشه به این شکل و فرد میتونه اون رو با دست بگیره و حسش بکنه حالا وقتی که فرد تموم کرد متنات کرد و تموم کرد من جا توصیه می کنم که افرادی که این شکلی هستن اولا یک نباید خیلی فشار بیارن که مطفوع باس زخم این در واقع هموروئید بشه چون زخمش باعث ایجاد درد و سوزش و خارش و کاهش بهبودیش میشه واسطه های التهابی بیشتر میشه پس کاهش فشار فشار نیارید به خودتون اگر همچین مشکلی دارید و دارید میرید به دستشویی فقط موقعی برید دستشویی که حس میکنید مدفوع دارید نرید و در واقع فشار بیاد این خیلی مهمه یکی دیگه از در واقع کارهایی که میشه برای این کرد اینکه بعد از اینکه تموم شد نذارید این زایعه بیرون بمونه نه این کار اشتباهیه چون این باعث افزایش تورم افزایش التهاب اون زای و حتی عفونت میشه چون در معرض هواس دیگه خب در معرض لباس کثیفه پس سعی کنید این ضایعه رو با انگشتتون هیچ ایرادی نداره ولی به شکلی که زخمش نکنید ها. با انگشتتون فشار وارد کنید و مثلا به اندازه نصف انگشت ببریدش داخل و برش گردونید به اون قسمت همین برگردوندن این زایه به اون قسمت به این زایه کمک میکنه که در واقع اون التحاب برطرف بشه و بچسبه باز به اون قسمت ناحیه خودش و برگرده به همون قسمت و کمتر بیاد بیرون همین برگردوندن خب پس سعی کنید بعد از هر بار مطفوع و خارج شدن اون زایه رو برگردونید و هیچ نترسید این طبیعه در خیلی این زایه میاد بیرون و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه دوستان پس میتونید با انگشتتون اون رو برگردونید و این میتونه بهتون کمک کنه خب ممکنه شما قطراتی از خون رو روی سنگ دستشویی ببینید که باز هم گفتم این طبیعه به خاطر ایجاد زخم در زایه است یا حتی اون این زایه متورم شده که میتونید حالا کجا میتونه مشکل ساز باشه مشکل جدی ایجاد کنیم واقعا وقتی که اون قد متورم بشه که مجرای رکتار رو ببنده و شما نتونید دفع بکنید اون قد بشه که روده بشه اینجا دیگه واقعا اقدام اورژانسی نیازه خب ما گرید های یک و دو و سه داریم که حالا بسته به بزرگیش رده بندی میشن اما چه کار بکنیم مهمترین قسمت چه کار بکنیم که بتونیم درمانش کنیم خب یکی از مهمترین راه های درمان فعالیت شما باید فعالیت داشته باشید وقتی که هموروئید داری چرا که وقتی که فعالیت نداشته باشی التهاب بیشتر فشار بیشتره وقتی که فعالیت داشته باشی اولا مدفوع میتونی خیلی راحت تر دفع کنی همین باعث حل مشکل میشه که دارن به خاطر نشستن بیش از اندازه و عدم فعالیت وقتی که فعالیت میکنن مدفوع راحت تر دفع میشه کمتر میشه پس فعالیت میتونه خیلی بهتون کمک کنه حمام آب گرم منظورم از حمام آب گرم نه اینکه حمام سر تا سر بدنه نه بلکه مثلا در یک تشت آب گرم یا ولرم بشینید و قسمت مقعدو رو در اون قسمت قرار بدید و به مدت حال ده دقیقه باعث میشه که این کار باعث میشه که ازولاتی که اطراف این در واقع هموروید هستن ریلکس بشن و هم به هموروید فشار کمتری وارد بشه و باعث کاهش درد و سوزش و قراری میشه پس در روز دو بار برید در واقع حمام و آب گرم بگیرید این خیلی میتونه بهتون کمک کنه بعدی کمپرس آب سرده مستر کتاز شما گفتی که حمام آب گرم چطوری بعدش میگی کمپرس آب آب سرد دوستان ما حمام آب گرم رو برای کاهش درد انجام میدیم اما کمپرس آب سرد رو برای کاهش خون رسانی به هموروئید انجام میدیم وقتی که شما کمپرس آب سرد رو روی قسمت مقل بذارید خون کمتری به خاطر انقباض عروق به هموروئید میاد و این چیزیه که ما میخوایم چون الان هموروئید پر از خون و التهابه ما میخوایم خون کمتری بهش برسه و در نتیجه کمپرس آب سرد رو میذاریم غذاهای پرفیبر رو بخورید غذاهای پرفیبر همه ما میدونیم که سبزیجات و غذاهایی که فیبر زیاد دارن باعث افزایش حرکت روده باعث کاهش یبوست و بهتر شدن دفع مدفوع و راحتتر و سافت و نرم شدن مدفوع میشه هم که مطبوع نرم کنی ضربه کمتری به هموروئید وارد میکنی فشار کمتری به هموروید وارد میکنی و درمانش رو راحتتر میکنی پس غذای پرفیبر بخورید حتی بیشتر از نرمال بیشتر از حالت عادی چرب کردن ناحیه دوستان هر چقدر ناحیه رو چرب تر بکنید التهاب ناحیه کمتر میشه وقتی که خشک باشه ناحیه خب ضربه به کمترین ضربه ای باعث زخم شدن ناحیه میشه و این باعث افزایش التهاب و باعث افزایش تورم میشه ولی وقتی که ناحیه رو چربش بکنید که در ادامه بهتون میگم میتونید این کارو با چی بکنید میتونید راحت تر در واقع التهاب رو کمتر بکنید ماساژ آهسته ناحیه ببینید یکی از ال... کارهایی که میتونید برای کاهش درد انجام بدید اون که اون قسمت اسفنگتر مقعد رو با انگشت در اطراف ماساژ بدید و هی فشار وارد کنید و تخلیه کنید نه جوری که آسیب برسونید به هموروئید نه جوری که در واقع وارد مقد نه اطراف مقعد رو ماساژ میدی و این کار باعث کاهش درد میشه دوستان این به صورت تجربی ثابت شده هنوز علمیش ثابت نشده شیاف ضد همورید یه سری شیاف هایی هست دوستان که این شیاف ها لیدوکائین دارن مواد لیدوکائین دارن هیدروکورتیزون یا استروئید دارن و زینک اکساید دارن زینک اکساید برای ترمیم سریعتر زخمه هیدروکورتیزون یا استروئید ها برای کاهش التهاب و تورم چیزی که ما میخوایم و لیدوکائین برای بیحس کردن منطقه برای کاهش سوزشه خب اینا به صورت شیاف‌های هستند که شما میتونید استفادهشون بکنید و باعث کاهش درد و تورم میشه البته در گریدهای بالا میتونه فقط درد رو کاهش بده و معمولا تورم باید با جراحی برطرف بشه ولی در گریدهای پایین و در موقعی که تا الان ایجاد شده میشه با این شیاف ها درمانش کرد پس شیاف های آنتی هموروئید دارای هیدروکورتیزون دارای لیدوکائین دارای زینک اکساید که با هم قاطی شدن و شیاف رو تشکیل دادن البته داروهای گیاهی زیادی توی بازار هست شما کافیه برید داروخونه بگید مثلا من داروی گیاهی ضد هموروئید مثل مثلا داروی رکتول میخوام و میتونید استفاده کنید اما کارهای مهمی که میشه انجام داد چی هستش اگر اون قدر تورم ایجاد بشه و مجرا رو ببنده و واقعا دیگه با دارو خوب نشد و واقعا هر چقدر ما مثلا دارو زدیم یک هفته گذشت خوب نشد هنوز همونه هنوز همون خوریزه هم بیشتر هم شده تورمش بیشتر شد دردش بیشتر شده جراحی باید بکنیم حالا جراحی دو نوعه یا میان آمپوتش میکنن میان اونجا اون قسمت رو میبرن در میارن که حالا انجام میشه یا میان قسمت خون رسانیشو قطع میکنن و خون کمتری به اون قسمت هموروئید میرسه و طی مدت تا وقتی که خون کمتری میرسه اون هموروئید نکروز میشه و کم کم جدا میشه میوف چه پیشگیری هایی میتونیم بکنیم که رخ نده یعنی هموروئید دیگه رخ نده بهتر از اینکه بخوایم درمانش کنیم خب دوستان چون همه ما در معرض هموروئید هستیم همونطوری که بهتون گفتم از هر چهار نفر سه نفر به هموروئید مبتلا میشن پس چطوری میتونیم ازش پیشگیری کنیم خب یک کاهش فستفود فود از خوردن غذاهای فستفود فود ناسالم جلوگیری کنید این غذاها باعث افزایش فشار و یوبوست میشن پس یکی از مهمترین کارهایی که میتونید بکنید همینه که بذارید کنار یا خیلی کمتر بخورید کاهش نشستن اگر کاری دارید که اداری یا بیشتر نشسته هستید سعی کنید بین کارهاتون یک دوره بذارید بر خودتون که مثلا برید راه برید به اندازه یکی دو دقیقه و بعد بشین این باعث میشه که آنچنان در واقع استاپی در حرکت رودتون اتفاق نیفته استفاده از سبزیجات که از مهمترین داروهای ضد هموروئید سبزیجات خیلی راحت بهتون بگم فیبرها ضد هموروئید چرا چون باعث افزایش حرکت روده افزایش دفع مدفوع و جلوگیری از یبوست میشن پس اگه میخواید از هموروئید جلوگیری کنید حتما فیبر استفاده کنید انواع سبزیجات مصرف آب زیاد دوستان این در واقع گزینه رو حتی میتونید توی درمان استفاده کنید وقتی که شما مصرف آب زیادی داشته باشید عملا مطبوع تو شما تره وقتی که مصرف آبتون بیش از اندازه باشه عملا التهابتون کمتره خب پس وقتی که هموروئید دارید یا میخواید از هموروئید پیشگیری کنید استفاده از آب زیاد توصیه میکنم خیلی میتونه بهتون کمک کنه دفع سریع مدفوع وقتی که مدفوع دارید و حس کردید مدفوع دارید نذارید برای یه ساعت دیگه نذارید برای دو ساعت دیگه همین الان برید در واقع مدفوع کنید چون باعث افزایش فشار بر روی در واقع عروق میشه و احتمال هموروئید رو خیلی بالا میبره یکی از مهمترین علت ها در ایجاد هموروئید پس نذارید برای مثلا یک ساعت دو ساعت بعد کاهش استرس که دیگه از کارهایی که میشه کرد این که استرسمون رو کم کنیم دیده شده افرادی که استرس زیادی دارن آمار هموروی در اون افراد بیشتر از افرادی که ریلکس ترن این به خاطر اینه که دوستان افرادی که استرس دارن بیشتر شاید در واقع اجابت مزاج دارن و در نتیجه فشار بیشتری بهشون میاد خب حالا بریم سراغ چند تا کاری که من خواستم بهتون بگم برای درمان میتونید انجام بدید اینی که اینجا بهتون گفتم چرب کردن ناحیه حالا مقعد هستش یا ناحیه هموروئید که باسه کاهش التهاب میشه این کار میتونید با روغن گلیسرین انجام بدید اگر نداشتید میتونید از وازلین استفاده کنید چرب کردن ناحیه باعث میشه که خشکی از بین بره التهاب کمتر بشه یکی دیگه از کارهایی که میتونید انجام بدید این که استفاده از ژل گرچه دوستان در شیافی که بهتون گفتم لیدوکاین وجود داره اما اگر اثر نکرد شما میتونید از ژل های لیدوکاین به صورت موضعی محدود استفاده کنید و سوزش و درد و بیقراری رو کمتر بکنید شیاف های مسهل اگر علت هموروئید یوبوست باشه و فرد نمیتونه الان دفع داشته باشه و هنوز یوبوست داره این با افزایش م... مسئله هموروئید میشه پس میتونید از شیاف های مسهل استفاده کنید تا وقتی که یوبوست رفع بشه نشستن در آب گرم همونطوری که در اینجا بتون در درمان گفتم که آب گرم باعث انبساط عضلات و کاهش درد میشه شما میتونید در واقع دو بار در روز از آب گرم استفاده کنید و سوزش و درد رو کمتر کنید که خیلی میتونه موثر باشه واقعا این دوستان خیلی در مقاله های علمی جهان رو نوشته شده که استفاده از نشستن در حمام آب گرم خیلی میتونه کمک کننده باشه برای قرص هایی که برای مسکن استفاده میکنید سعی نکنید از انسایت های مثل کترولاک و سایر انسایت ها استفاده کنید چرا چون اون انسایت ها باعث افزایش خونریزی میشن و چون اینها احتمال خونریزی توشون بالاست وقتی که از و انسایت ها استفاده کنید حتی آسپرین یا آس آب باعث افزایش خونریزی میشن پس استفاده نکنید برای مسکن ها از استامینوفن استفاده کنید استامینوفنی که خالص از آس آ یا کمباین شده استفاده نکنید فقط استامینوفن استامینوفن کدوئین رو استفاده نکنید چون خود کدوئین باعث ایجاد یوبوست میشه پس کدئین رو بذارید کنار از داروهای مخدر اوپی ها استفاده نکن، چون خود اونها با اثر یبوست میشن دوستان اما آخرین چیز از استروئیدها میتونید استفاده کنید یا ضد التهاب های استروئیدی مثل هیدروکورتیزون دگزامتازون که به صورت مدت محدود نه طولانی برای کاهش التهاب و تورم میشه استفاده کرد خب دوستان این خلاصه بود از هموروئید و کارهایی که میشه برای درمان تشخیص و اینکه علائم امشیان رو بهتون گفتیم امیدوارم تا ویدیو بعدی حالتون